درود بر مردم عزیز کشورمان ایران، به کانال خبر یکیوس که خوش آمدید. امروز با اخباری بسیار مهم از ریزش نیروهای رده بالای نظام و اعتراف آنها به ناکارآمدی نظام و همچنین از افشای یک نظرسنجی حکومتی که خامنه ای را به شدت برافروخته کرد در خدمت شما هستیم. سرخط اخبار امشب: دستور بازداشت روحانی پس از سخنرانی بی سابقه، مشروعیت رهبر را با رفراندوم بسنجید. افشای نظرسنجی حکومتی چشم در چشم خامنه ای، اکثریت مردم حجاب نمی خواهند. از شما یاران کیوسک تقاضا داریم قبل از دیدن مشروع این اخبار با لایک کردن این ویدیو از تیم خبری ما حمایت کنید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. دستور بازداشت روحانی پس از سخنرانی بی سابقه، مشروعیت رهبر را با رفراندوم بسنجید. پس از سخنرانی غیرمنتظره و پرحاشیه روزهای گذشته حسن روحانی که در آن خواستار برگزاری رفراندوم در تمام سطوح شده بود، حال از درون نظام خبر می‌رسد به احتمال زیاد حسن روحانی همانند رهبران جنبش سبز به حصر خانگی و ممنوع التصویری محکوم شود. حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران در دیدار نوروزی 15 فروردین 1402 با شماری از مقامات دولتی پیشین و نزدیکانش راه حل اساسی مشکلات موجود در ایران را برگزاری همه پرسی درباره 3 موضوع سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد خواند. آقای روحانی در ویدیوی این دیدار که روز شنبه 19 فروردین 1402 منتشر شده است میگوید: هرچند خواست مردم بالاتر و سوالاتشان بیشتر است، اما در این همه پرسی میتوان 3 پرسش اساسی در 3 زمینه سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد را با مردم در میان نهاد. ما باید با یک تحول جدیدی مواجه بشیم. کشور نیاز داره به یک تحول، به یک تغییر، به یک اصلاح، به یک تکمیل. فکر میکنم هیچ اختلاف دیگه نیست الان. حالا چه یک کسی اگه معترض هست دنبال تحوله، اگر مطالبه‌گره دنبال تحوله، و این خیلی مهمه که واقعا یک ملتی در سال جدید دنبال تحول باشه. تحولی که مردم میخوان باید یک تحول ملموس باشه، مردم حس کنن، لمس کنن، قابل اندازه‌گیری باشه، مورد رضایت مردم باشه. اساس جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، اساسش این است که مردم راضی باشند و خدا هم راضی باشه، یعنی هم رضالعامه باشه هم رضالله باشه. اگر ما دیدیم مردم خوشنود نیستن، پس یه جهش لنگ میزنه، یه مشکلی ما داریم، باید اون مشکل رو بشینیم حل بکنیم. به نظر من در این مقطع بالاترین تحول اینه که ما به قانون اساسی عمل کنیم. قانون اساسی که بعضی از اصولش تقریبا هیچ وقت اجرا نشده، بعضی از اصولش خیلی کم توجه شد. به فصل 3 قانون اساسی که حقوق ملت خیلی کمتر توجه شده. اگه ما می‌خوایم شاهد یه تحول باشیم، خیلی ساده است. اصل 59 رو اجرا کنیم. و این قانون اساسی به ما میگه در مسائل فوق‌العاده مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میشه با آراء عمومی مردم مراجعه کرد. به نظر من در یک همه پرسی اگر 3 مسئله، 3 سوال در عرض یک همه پرسی، یکیش اقتصادیه، یکیش مربوط به سیاست داخلی است، یکی سیاست خارجی است، مردم جواب بدن، به نظر من گام بسیار بزرگی در تحول ما برداشتیم. البته اون چه خواست مردم هست ممکنه خیلی بالاتر از این حرفا باشه، ده‌ها سوال داشته باشن، اما اگر این گام آغاز بشه، گام بسیار مهمی است که مردم میتونن امیدوارشن به آینده. او در بخش دیگری از این ویدیو بر نیاز کشور به یک تحول اساسی اشاره کرده و میگوید: اختلافی در این مورد نیست، اگر کسی معترض است دنبال تحول است، اگر مطالبه گر است دنبال تحول است، و تحول مورد نظر تحولی است که برای مردم قابل لمس، احساس و قابل اندازه‌گیری باشد. حسن روحانی با تاکید بر نارضایتی‌های عمومی موجود در جامعه ایران گفته است که باید این مشکل را حل کرد و به نظر من در این مقطع بالاترین تحول این است که قانون اساسی را کامل اجرا کنیم. در بخش دیگری از این ویدیو این مقام سابق قوه مجریه بر اجرا نشدن برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی
در طول 44 سال گذشته تاکید کرده و گفته است به بعضی از اصول قانون اساسی از جمله به فصل سوم که حقوق ملت است خیلی کمتر توجه شده. روحانی با بیان اینکه اگر ما می‌خواهیم شاهد یک تحول باشیم اصل 59 قانون اساسی را اجرا کنیم گفت این اصل می‌گوید در مسائل فوق‌العاده مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود به آرای عمومی مردم مراجعه کرد. حسن روحانی در اظهارات خود اشاره مستقیمی به آنچه در 7 ماه گذشته در ایران جریان داشته و دامنه گستردی اعتراضات و کشته شدن صدها تن از شهروندان در جریان این اعتراضات نکرده است و تنها گفته است که رخدادهای سال گذشته شیرین نبود. او در ادامه گفته است خواست مردم ممکن است خیلی بالاتر باشد و ده ها سؤال داشته باشند، اما اگر این گام آغاز شود گام بسیار مهمی است و مردم را امیدوار می کند. این نخستین بار نیست که حسن روحانی از همه پرسی به عنوان راهی برای برون رفت از مشکلات و حل اختلاف نظر میان سران و جناح‌های جمهوری اسلامی سخن می‌گوید. در جریان اعتراضات دی ماه 1396 و به دنبال افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاهای اساسی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی او گفته بود اگر جناح‌ها در 2 مسئله اختلاف دارند دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هرچه مردم گفتند به آن عمل کنیم. با این حال روحانی پس از افزایش قیمت بنزین و اعتراضات آبان سال 1398 که به سرکوب خونین مردم معترض توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منجر شد، اظهار نظر درباره برگزاری همه پرسی را تا پایان دوره ریاست جمهوری خود متوقف کرده بود. افشای نظرسنجی حکومتی چشم در چشم خامنه ای، اکثریت مردم حجاب نمی‌خواهند. از محافل درون نظام خبر می‌رسد که بر سر مسئله برخورد با حجاب 2 دیدگاه کلی در درون حکومت وجود دارد که باعث اختلافات زیادی بین اعضای دفتر خامنه‌ای با مسئولین اطلاعات و وزارت امور خارجه شده است. اطلاعاتی ها معتقدند در شرایط فعلی اگر روی مسئله حجاب بر مردم فشار وارد شود باعث خشم آنها شده و هر حادثه‌ای می‌تواند باعث حضور گسترده مردم در خیابان‌ها شود. وزارت امور خارجه نیز برخورد و ایجاد درگیری در داخل کشور با مردم را باعث صدمه زدن به روند آغاز شده در روابط منطقه و بین الملل می دانند. در مقابل گروهی در بیت خامنه‌ای معتقدند اگر در برخورد با بی‌حجابان تعلل شود هر روز زنان بیشتری جرأت یافته و رفته رفته به جریان بی‌حجابان سطح شهرها اضافه می شود و کنترل هم هر بار سخت‌تر از قبل می شود. در چند روز گذشته حداقل 1000 مورد درگیری بر سر حجاب در سطح کشور به خصوص در پایتخت کرج و اطراف تهران گزارش شده است. حالتون خوبه؟ زحمت بکشید حجابتون رعایت کنید بعد تشریف بیارید. زحمت بکشید حجابتون رعایت کنید بعد خارج. اول انجام بدید بعد خارج. ممنون میشم. بفهم. لطفاً حجابتون رعایت کنید بعد خارج. بفهم. خانم لطفاً بیزنها تجاوتون رعایت کنید. لطفاً رعایت کنید. آقا ببخشید خانم یه لحظه اندازه. لطفاً شارتو بکشید. معذرت می‌خوام. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. تجاوتون رعایت کنید بعد وارد شید. رو رعایت کنید بعد وارد شید. کلا نه. بفرمایید دیگه. حالتون خوبه؟ حجابتون رو رعایت کنید بعد اجازه ورود دارید. بعد به مترو حجاب رعایت بشه. خب باید تهیه کنید. بدون حجاب. عباس عبدی فعال اصلاح طلب با رد ادعای وزیر ارشاد درباره موافقت 80% مردم با حجاب اجباری، جزئیاتی از نظرسنجی حکومت ایران درباره حجاب اجباری را فاش کرد و نوشت بر اساس این نظرسنجی اکثریت مردم ایران معتقدند حجاب حتی اگر واجب شرعی باشد نباید اجباری شود. عبدی در یادداشتی که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد نوشت مشخص نیست که این نظرسنجی چه زمانی انجام شده، ولی به نظر می رسد که مربوط به زمستان 1401 است.
او با اشاره به پژوهشگاه وزارت ارشاد به عنوان انجام دهنده این نظرسنجی افزود، با توجه به نهاد انجام دهنده که به طور طبیعی طرفدار سفت و سخت حجاب است، این نظرسنجی میتواند گویا و به این معنا باشد که از نظر اکثریت مردم، حتی اگر حجاب واجب شرعی باشد، ضرورتی به اجبار قانونی ندارد، در آینده هم ضعیفتر میشود. این فعال سیاسی اضافه کرد که بر اساس این نظرسنجی، جالب این که فقط 46% معتقدند که زنان باید حجاب داشته باشند و بقیه مردم آن را منوط به نظر و خواست و اراده خود زنان دانستند. جمهوری اسلامی به دنبال تصویب طرح جدیدی برای اعمال جریمه‌های سنگین علیه زنان مخالف حجاب اجباری است، اما عبدی نوشت بر اساس این نظرسنجی فقط 10% طرفدار مواجهه قانونی با این پدیده هستند که جرم تلقی و برایش جریمه در نظر گرفته شود. سلام، من یه دانش آموز دبیرستانی هستم. امروز مثل هر روز دیگه دارم با کوشش اختیاری و بدون حجاب اجباری و مقنعه میرم مدرسه. خواستم بگم شما روی سر مردم سطل ماست بریزید، امر به معروف کنید، گشت ارشاد کنید و مردم رو اذیت کنید، هیچ وقت به هیچ عنوان نمیتونید ما رو متوقف کنید. ما مصمم و قوی تر مبارزه میکنیم و ته تهش ما این که پیروزیم. همچنین در حالی که به تازگی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که حجاب هم واجب شرعی و هم واجب سیاسی است، عبدی اضافه کرد بی حجابی را نباید به ضدیت با حکومت تعبیر کرد، مگر اینکه طرفداران حکومت و خودشان چون این تعبیری را ترویج کنند. این فعال اصلاح طلب جمهوری اسلامی را به دروغگویی درباره نتایج نظرسنجی های صورت گرفته متهم کرد و ادامه داد به ظاهر در این باره نظرسنجی های معتبر وجود دارد، ولی متاسفانه به عللی که پوشیده نیست از انتشار آنها پرهیز می کنند. چند روز پیش محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی این ادعا را مطرح کرده بود که طبق نظرسنجی ما نزدیک به 80% مردم موافق الزامات مربوط به رعایت حجاب هستند. او همچنین اضافه کرد برخلاف برنامه ریزی دشمن، در ماهای آینده شاهد وفاق عمومی بیشتری در مسئله حجاب هستیم. با وجود این ادعای وزیر ارشاد که اکثریت مردم موافق حجاب اجباری هستند، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت که جمهوری اسلامی نباید درباره حجاب اجباری همه پرسی برگزار کند. عبدی نیز در بخش دیگری از یادداشت خود درباره این ادعای وزیر ارشاد نوشت نه تنها چنین گزاری تعریف شده‌ای در نظرسنجی نیست، بلکه عدد 80% اصلاً وجود ندارد و مهمتر این که نتایج موجود در گزارش خیلی متفاوت و متضاد با این گزاره است، البته اگر منظور وی الزامات قانونی بوده باشد. عبدی همچنین در یادداشت خود تاکید کرد که نباید مخالفت با حجاب اجباری را به توطئه دیگران تقلیل داد. او نوشت در برابر این پرسش که چقدر افراد بی حجاب می‌بینید، 31% مردم گفتند زیاد، 31% متوسط و 38% کم. فراموش نکنیم این نظرسنجی ملی است، بنابراین پاسخ مردم شهرهای بزرگ خیلی بیشتر از 31% است. پدیده‌ای که در این حد زیاد باشد را نمی‌توان از نظر اجتماعی نادیده گرفت و به توطئه دیگران تقلیل داد. پیشتر خامنه ای گفته است که دستگاه‌های جاسوسی دشمن به دنبال کشف حجاب در ایران هستند و رئیس قوه قضاییه نیز خواستار برخورد با برخی زنان مخالف حجاب اجباری به اتهام ارتباط با دستگاه‌های جاسوسی دشمن شده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر بسیاری از زنان و دختران در مخالفت با حجاب اجباری روسری‌های خود را درآورده‌اند و برخی از آنها نیز روسری‌ها را در انظار عمومی آتش زدند. حاکمیت به خوبی درک کرده که ایستادگی در برابر خواست اکثریت جامعه تبعات سنگینی برای نظام به ارمغان می آورد و در این راه خساراتی جبران ناپذیر به بدنه حکومت وارد می شود. از این رو در میان فرماندهان رد بالای نظام به شدت چند دستگی به وجود آمده و باید دید در روزها و ماه‌های آینده نظام چه تصمیماتی برای بقای خود می گیرد.